سلام به همه شما، سلام به همه شمایی که فکر میکنید خیلی با انگیزه اید، فکر میکنید برنامه دارید برای زندگیتون، پستای اینستاگرام رو مثلا سیو میکنید که بعدا ببینید، نمیدونم اسم فیلم مینویسید، من این فیلم رو حتما باید ببینم. هیچ کدوم از این کارا رو شما انجام نمیدید. برو نگاه کن ببین چند تا پست اینستاگرام هست که تو سیو کردی و هیچ وقت ندیدی، چند تا اسم فیلم هست که نوشتی و هیچ وقت اصلا سمتش هم نرفتی. تو یک آدم بی انگیزه ای که هیچی هم نمیشه. اینو یادت نره دوست خوب من. سلام. شب اومده با امیر حسین قیاسی، گیر میده به خبرهای فرهنگی و سیاسی، کاری کنم این جوکر جر بخوره دهنت، داری میخندی با همه سلولای بدنت، همه به هم میگن چقدر این برنامه خفنه، حتی طرفدار من شوهرمه یه زنت، بهت میگه بشین ببین یکی دوتا قسمت توی تاریخ کمدی جا بدان از اسمم، وزیر وکیل فوتبالیست و بازیگر و شهردار همه میشن سوژه اینجا با کمک افراد، مافیای کمدی ان حسین ممدوس علی قریب، خوراکشون خبرای داغ و تازه ولی عجیب، وقت تو تلف میکنه این برنامه اساسی، نیمه شب اومده با امیر حسین قیاسی، وقت تو تلف میکنه این برنامه اساسی، نیمه شب اومده با امیر حسین قیاسی. خبر بد برای پزشکان عزیز. عضو کمیته اخلاق بالینی گفتن که این که میگن پزشک محرمه درست نیست، یعنی پزشک محرم نیست. خب اینو الان باید بگید به ما. من توی این 30 سال چه دکترهای چه معایناتی رو من انجام شده که اصلا اگه محرم نباشه نمیشه. حالا با سردرد و سرماخوردگی اینا دیگه یه چوبه تو گلو اوکی، ولی باید دکتر اورولوژی رفتم برای مثلا روده و اینا کولونوسکوپی آدم میکنه، این باید محرم، اصلا چاره ای نداریم، مجبوریم، وگرنه هم من میرم جهنم هم دکتری که من رو کولونوسکوپی کرده دنیاشو که فروخ، هیچی آخرتش هم مربوط، خیلی اوضاع بد میشه. تجدید نظر کنید در مورد بعضی دکترها، تجدید نظر. این خبری که من به شما میخوام خیلی خبر مهمیه، واقعا نشون میده که ما در کجای جهان و در کجای قضیه وایستاده. میبینید پدر علم هواشناسی ایران آقای اردکانی اومده گفته که ما در بحث هواشناسی بروز نیستیم، یعنی جایی که ما نه تنها باید بروز باشیم بلکه باید از زمانمون جلوتر باشیم، و مثلا هفته دیگه هم پیش میگم الان شما مثلا برید توی یکی از اپلیکیشن‌های گوگل موگل اینا سال دیگه بهت میگه ایران آفتابی بارنی اینا، ما عقبیم، یعنی نه تنها بروز نیستیم بلکه عقبیم. عالی شد. متشکرم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما عزیزان. در هفته‌ای که گذشت در بخش‌های مختلف کشورمون شاهد هوای ابری و نیمه ابری بودیم. با توجه به استوری‌های ارسالی در شبکه‌های مجازی دیدیم که در شهرهای یاسوج، تبریز و ارومیه بارش پراکنده هم داشتیم. اما برای تهران دوستان اگه لطف کنن از جلو پنجره بیان کنن. مهدی جان پرده رو می‌ذاری کنار. ابری هست هوای تهران در این ساعت، ابری هست، اینو میتونم به شما عزیزان قول بدم و برای سایر شهرها میتونید زنگ بزنید بپرسید ازشون که هوا اونجا چه جوری هست. در مورد روزهای آینده نمیدونیم، چیزی که میشه به قطعیت گفت این هست که زمستانه و عزیزان زمستان سرد هست، زمستان سرد رو داریم. و اگه سوالتون این هست که امروز چتر همراه خودتون داشته باشید یا خیر، من به هیچ عنوان پیشنهاد نمی‌کنم چون جاگیر هست، ممکنه جای جا بمونه. یک کیسه فریزر اگه همراه شما عزیزان باشه میتونید روی سر مبارکتون بکشید و از پیاده رو جایی رد میشید، بارونی چیزی اومد شما عزیزان رو اذیت نکنه. و اما برای عزیزانی که قصد سفر دارن مخصوصا به جنوب کشور، هرمز، هنگام و حتی قشم، هنگ درام رو حتما همراه خودتون داشته باشید. امیدواریم سفر خوبی داشته باشید. شب و روزگار خوش. برمیگردیم بهتون. این خبری که میخوام بدم چون حاوی اطلاعات خصوصی یکی از افراد مشهوره، من به صورت مختصر میگم، یعنی اختصار میگم که شما متوجهش نشید. یک آزمایشگاهی مسئولش اومده نمونه
یک بازیگر مشهور رو به اسم خانم ت علی دوستی. یه ذره تابلو این نکنه متوجه بشه. خانم ترانه ایندوستی رو نه باز لو میده. خانم ترانه علی دوستی دشمنی هرچی ما نمیدونیم اومده منتشر. اینم باز بذار با یکی از فیلماش میگم. بازیگر فیلم من ترانه علی دوستی 15 سال دارم اومده نمونه ایشون رو منتشر کرده و نوشته مای لافلی ترانه علی دوستی قلب. اصلا من نمیفهم، ما نمیخواستیم اینو بدونیم، ما نمیخواستیم بدونیم که اصلا ایشون این کارو میکنه نمیکنه. اصلا علاقه ای نداریم اینو بدونیم واقعا. شما چرا این کارو کردی؟ بعد این اصلا برای چی؟ الان ما باید با این چیکار کنیم؟ اینو گذاشتی برای فروش این چند موجود الان قیمت کوچه دایره نمیفهمم ما باید الان با این چیکار بکنیم. ولی ببین این یک درس بزرگی توش بود. من به شما میگم این نشون میده که نمونه همه آدما یکیه. فرق نمیکنه مشهور باشی مشهور نباشی، پولدار باشی پولدار نباشی، هممون نمونمون یه شکله. یعنی الان نمونه این آقا از پس سرینتون کیه؟ علی با نمونه ترانه علی دوستی نمیتونی تشخیص بدی. آقای زرقامی وزیر گردشگری گفتن که یکی از گمشده های ما بعد از انقلاب شادی است. چی آکنا ماکنا داری تو این حرفا رو میزنی ها؟ قشنگ پشتت به جای گرمه، طبیعی نیست، مواظب باش این چیزا رو داری میگی. حالا درسته تو مثلا خودت وزیری برای خودت وزارت خونه داری یهو، ولی یه وزارت خونه دیگه بهت زنگ میزنن با این شماره ها که نمیافته بعد برات بد میشه. مراقب حداقل قای حرفا بزنی، اینقدر دیگه کلت داغ و اینا چیز کن، اسم و عکس واقعی تو نذار. سیاسی نشو زرقامی، ببین من دارم بهت میگم سیاست به درد نمیخوره. در مورد همون توالت و اینا حرف بزنی، هم تخصصته. آقای مجید مجیدی کارگردان کشورمون گفتن که یک سریال هایی، یک محتواهایی داره توی شبکه نمایش خانگی تولید میشه که از سریال های ترکی هم سخیفتره. من اولا خیلی خوشحالم که آقای مجیدی شما برنامه ما رو میبینید، واقعا باعث افتخار منه. درست حالا از ما بد گفتی، به ما گفتی سخیف، ولی ایرادی نداره، ما همچنان شما رو دوست داریم، ما از شما خوب میگیم با همه ایراداتی که به کارتون واقعا وارد هست. شما مثلا توی بچه های آسمان اومدید ترویج آخر شدن و شکست رو کردید به بچه ها، ولی ما چیزی نگفتیم به شما. توی آنسوی اپرا اومدید ترویج مواد مخدر کردید به موضوع، ولی ما بازم چیزی نگفتیم. توی آواز گنجشک ها اومدید کفتر بازی رو رواجه، ولی بازم ما صحبت در این باره نمی کنیم. ما شما رو دوست داریم علی رغم اینکه اصلا منظور شما این نبود. منظور شما این بود که یه 200 میلیارد بدید به من یه سریال غیر سخیف غیر ترکی بسازم، منظورتون این بود دیگه. ولی خب سریال ترکی رو چرا ازشون بد گفتید؟ چه ایرادی داره سریال ترکی؟ شما عمر گل لاله رو دیدی؟ ایزل رو دیدی؟ حریم سلطان رو دیدی؟ اون ساواش رو دیدی؟ ساواش چی بود؟ صفای خودش داره باحال انا. حالا منم ندیدم البته، من ولی بنظرم ببینید باید امیدوارم جواب برای این حرفای ما داشته باشید و به ما بدید، چون ما تشنه اینیم که جواب بگیریم. درگیری و اینا خوراکمونه، یعنی بریم تو دل یکی یا آدم گنده ای اونم جواب ما رو بده، ما هم به واسطه این حرکت گنده شیم و همه ما رو ببینن. و ولی خب هیچ وقت اتفاق نیفتاد. آقای قدیری عبیانه گفتن که شما چرا خودتون با کره و ژاپن مقایسه میکنید؟ هر کره‌ای 24 برابر هر ایرانی کار میکنند. 24 برابر هر ایرانی، یعنی ایرانی اگر یک ساعت اینجا کار میکنه در روز، کره‌ای 24 ساعت در روز باید کار کنه. اگر ایرانی 2 ساعت کار کنه، کره‌ای 48 ساعت در روز باید کار کنه. اگر ما بتونیم 3 ساعت در روز کار کنیم، کره‌ای باید 3 روز در روز کار کنه. خیلی کارو سختی دارن کره‌ای ها. حالا خود این آقای قدیری عبدیانه چی کار است؟ فعال اصولگرا. یعنی ما نگاه کنیم شغل ایشون چیه؟ شغل ایشون فعال اصولگراست. شغل اون چی؟ شغل نیست اصلا. یه مهندس چیزی میشدی یه جا، اینم در کنارش ادامه میدادی.
اینو به عنوان شغل اصلی انتخاب کردی؟ پس اگه همینم هست، آقای یوم سوک یول فعال سمت راست کره‌ای، اصولگرای کره‌ای، خب این که الان 24 برابر شما داره کار میکنه، تو خیلی فعالیت کن در سمت راست اصولگرایی که برسی به آقای یول کره‌ای. اصلا ما چیکار میتونیم بکنیم؟ چرا ما رو اومدی با کروژ؟ تو ما رو با کروژ ژاپن مواسه، ما خودمون با کروژ ژاپن مواسه. بعد خودتون اونا مثلا شما خودتون با هند و بنگلادش و اینا مواسه کنید. چرا؟ چطور مالیات که میخواید بگیرید و اینا آلمان نمیدونم چی ساعت پرزیدنت یورفا بنگلادش. آقای نیلی وزیر اسبق اقتصاد ایران گفتن که از هر سه ایرانی یک نفر فقیره. بعد ما رفتیم نگاه کنیم ببینیم که دیگه چه آمارهایی از هر سه ایرانی موجوده و به نتایج جالبی رسیدیم. مثلا از هر سه ایرانی یک نفر اختلالات روانی داره، از هر سه ایرانی یک نفر فشار خون داره، از هر سه ایرانی یک نفر وی پی ان نداره، استفاده نمی کنه، از هر سه ایرانی یک نفر گوشیش دچار بدافزار و ویروس میشه. خب این توضیح عادلانه است دیگه. یکی فشار خون داره، یکی فقیره، یکی اختلال روانی داره، یکی وی پی ان نداره، یکی ویروس. خب خیلی منطقیه. یا این یا یه نفر هست که هم فقیره، هم اختلال روانی داره، هم فشار خون داره، هم وی پی ان بهش نرسیده، هم گوشیش ویروس گرفته. گوشی حداقل ویروس نمیگیره. خیلی برام یه نفر ناراحتم از بین اون سه نفر. واقعاً داره اذیت میشه. پسر آقای براد پیت از این پسرها که از کشورهای دیگه آوردن، اینو فکر کنم از ویتنام آوردن به سرپرستی قبول کردن، گفته پدر من یعنی براد پیت یک عوضی در کلاس جهانی است. بابا تو لام اصلا فرم میخوای پر کنی نام پدر بنویسی براد پیت، بعد شاکی همون بسته. واقعا این ناپدری تو، چرا خارجی ها بهش میگن استبدد تو، براد پیته. نامادری تو یعنی استبمام تو آنجلینا جولیه. من نمیدونم تو دیگه چی میخوای. استبمام من اگر آنجلینا جولی بود واقعا من یه خواسته نداشتم، از نظر مالی که تامین بودم مشکلی نداشتم. من نمیدونم تو چی میخوای پسر. بعد میگه عوضی در کلاس جهانیه براد پیت. تو همه پدرها رو دیدی؟ پدر عوضی ما زیاد داریم و البته همه پدرهای ایرانی خوبن، ولی خب بعضا توشون مثلا شما اون کارگردانه که باباش چیزی اونو دیده بودی شما، یه سری پدرها اصلا ما داریم که باعث میشن براد پیت تو منطقه مقام نیاره. وای بالا عوضی در کلاس جهانی، این حرفو نزن. کاش براد پیت پدر من بود واقعا میدید که چه کار میکنم براش. شاید هم هست خیلی شبیه. نه بابا جناب آقای علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی گفتن که ما 20 سال دیگه از هالیوود جلو میزنیم. من باور دارم ما تو ورزش، تو سینما، مثلا هالیوود چیه؟ به خدا شده ما 20 سال 15 سال زحمت بکشیم، باور داشته باشیم میتونیم از اونها جلو بزنیم. البته آقای دبیر شرط این که ما از هالیوود جلو بزنیم اینه که هالیوود تو همین وضعیتی که هست بمونه، یعنی پیشرفت نکنه. میدونی چون اگه اونا پیشرفت کنن خب ما دیگه از نسخه پیشرفتشون نمیتونیم جلو بزنیم. حتی برگرده عقب، چون شما مثلا 20 سال پیش هالیوود رو ببینی، مثلا اونا ارباب حلقه ها میساختن، تایتانیک میساختن، ممنتو میساختن اینا، یعنی باید پسرفت کنه هالیوود که ما بتونیم جلو بزنیم. حتی خود ما هم باید پسرفت کنیم، چون ما 20 سال پیش بهتر از الان بودیم. این سینمای ما 20 سال پیش خیلی بهتر از سینمای الانمون بود. حتی خود آقای دبیر 20 سال پیش بهتر از الان بود. یه کشتی گرفت 6-5 یکی خیلی خفم و زیریه خم و اینا میگرفت. پسر واقعا پلنگ 13 آبان بود، خیلی قوی بود علیرضا. نمیدونم حالا الان این اتفاق براش افتاده یا بعید می... اصلا من چرا دارم اینا رو به آقای دبیر توضیح، من نمیفهم این چه اظهار نظری بوده آقای دبیر کرده. چرا آقای دبیر به عنوان رئیس فدراسیون کشتی باید در مورد هالیوود صحبت کنه؟ تو بیا ما بگو 20 سال دیگه بالاخره یزدانی میتونه تیلر رو بزنه یا نه. اینو به ما توضیح بده آقای دبیر. من چیکار دارم هالیوود رو هالیوود رو بسپرم اصلا متخصصاش آقای افخمی اینا بهتر بلدن بالاخره. سوال بعد. بله بفرمایید. جناب رئیس به نظرتون ما چقدر دیگه میتونیم
هالیوود رو بگیریم. پیش بینیتون چقدر است؟ هالیوود من فکر میکنم ما 20 سال بیشتر با هالیوود فاصله نداریم. همین الان مستندی که آقای افخمی داره میسازه 3-4 تا مونو جلو میندازه. میمونه چقدر؟ 16 سال. ما اگه تلاش کنیم ادامه بدیم هالیوود رو میگیریم. 20 سال دیگه. چیزی نیست. بیا. جناب رئیس برنامه‌تون برای صادرات نخود چیه؟ صادرات نخود من فکر میکنم که نخود ایرانی الان جاش تو بازار جهانی پیدا کرده. ما الان مشتری خوبی داریم. اگه همین روند فروش رو ادامه بدیم، همین جوری تولید کنیم، به حول قوه الهی ما قدرت اول منطقه میشیم تو زمینه نخود. یا خواهی میکنم نظرتون درباره پرونده پیکه و شکیرا چیه؟ من فکر میکنم اون شیشه مربای خالی همه چی نشون میده. این کاریه که پیکه انجام داده و قطعاً کار جان. ما بالاخره تیلور رو میزنیم یا نه؟ تیلور سویفت؟ آخه من ندیدم، من اصلا نه. کاراشو دنبال نمی کنم. تیلور پشتی حسن یزدانی. حسن پشتی؟ پشتی شما کجا اومدی؟ این چه سوال الان نامربوط داری از من میپرسی؟ این کی از کجا اومده؟ غلط کردم. برای چی سوال می چه سوالیه؟ آقا قرار باشه سوال نامربوط بپرسی، من اصلا ادامه نمیدم. یعنی چی؟ آقا جناب رئیس من یه سوال در مورد زمینه حکیمیه داشتم. آقا تو رو دوستان خسته نباشید. تو نشسته باشید. یک سری از پیج های تلگرام اومدن یک متنی رو به صورت واحد منتشر کردن در حمایت از محمد حسین میساقی مجری برنامه فوتبال برتر. یه مدح و ثنای عجیبی کردن که من از رو براتون میخونم. درست فردوسی پور خوب بود، ولی انصافا میساقی هم گیراش، چالشاش، تو یخ رفتن ها. این احتمالاً تو عقد بوده، بعد بدن شده اشتباه. مخصوصا با آدم های فدراسیون مثل تاج، شیرازی و افشاریان. همه هم میبیننش و برایشون مهمه که چی میگه و چی نمیگه. شبایی که یه مهمون جنجالی داره همه درگیرش میشن و خداییش فدراسیونی ها و مافیای فوتبال فکرم نمیشنن با این همه فضاسازی بر علیهش یه زمانی به اینجا برسه. بعد اومدن گفتن که حالا مثلا چون 30 تا کانال اینو همزمان گذاشتن، این مثلا پول داده اینو گذاشتن. اولا که خب اینا 30 تا آدم مجزان، همزمان به ذهن 30 تاشون رسیده که ما چنین چیزی بنویسیم و از قضا همزمان همشون اخمو نوشتن یخ. خب این برای هر کسی ممکنه پیش بیاد الف و یه، این برای کیورد اونو برای کیورد، خیلی طبیعیه دیگه. بعضی موقع آدم اینجوری یه و یه رو میزنه، چیز عجیبی نیست. شما نمیدونم چرا این کارو میکنید. بعد اصلا یکی نیست متنا، شما نگاه کنید درست خیلی شکیه، ولی پیج استقلال آخرش نوشته نظر شما چیه. اگه چیز کپی بود پول داده بودن نمیدونم آخرش نظر شما چی اضافه کنه خودش که. حالا نظر ما رو میخوام ببینید، به نظر من اینطور نیست. یعنی من زیاد از تو یخ رفتنهای میساقی خوشم نمیاد، واقعیت شخصی. به نظر مثلا آقای قیابانی بهترن، آقای یوسفی، آقای جاودانی، اونی که کنار جاودانی حتی اسپری میفروشه. نه خدای میساقی از اون بهتر. مساوی تو یخ رفتنهای اونی که کنار جاودانی اسپری میفروشه هم خیلی باحاله. اسپری فروختنش به آدمهای فدراسیون مثل تاعت شفت. خب این قسمت از برنامه نیمه شب هم به پایان رسید. خیلی خوشحالم که ما رو تا ته دیدید. اول برنامه من گفتم که شما خیلی بی انگیزه هستید و مثلا کار رو تموم نمی کنید و اینا، ولی من اشتباه می کردم. الان این قسمت نیمه شب و شما ببین که چقدر قشنگ تموم کردی. این نشون میده که پای مسخره بازی و وقت تلف کردن تا آخر میشینی، ولی اگه بهت بگم بیا برو یه کار مفید بکن، هیچی به هیچی. میدونی؟ البته خب اگر اینجور آدمی نبودی خب نیمه شب نمیدیدی، میرفتی یه کار مفید میکردی، اون موقع دیگه موفق میشدی و اینا اصلا نیمه شب و قیاسی برات اهمیتی نداشتن. همین بهتر که اینقدر علاف و بیکاری که ما رو میبینی. دوست خوبم خیلی خوشحالم، امیدوارم که همیشه همینجوری بمونی. مراقب خودت باش، هیچ کار مفیدی نکن و خدا نگهدار.